چشمانداز فروپاشی از درون یا انفجار اجتماعی. پس از اعلام سیاست و استراتژی جدید آمریکا درباره ایران، فضایی از ناامیدی و یأس توأم با حسرت از دست دادن فرصت‌های گذشته و هراس و دلهوره از چشماندازهای پیش رو تمام رژیم را فرا گرفته و در تمام حرف‌ها و مطالبی که سردمداران و مهره‌های رژیم می‌گویند یا در رسانه‌هایشان می‌نویسند موج می‌زند و عباراتی نظیر می‌خواهند نظام را براندازی کنند، همه در دنیا وضع خراب ما را گرفتند و هر کسی می‌رسد لگدی به ما می‌زند، فروپاشی از درون ما را تهدید می‌کند، می‌خواهند فشارها را آنقدر بالا ببرند که مردم سر به شورش بردارند، چاره‌ای نداریم که یا تسلیم شویم یا از درون فرو بپاشیم و غیره، به وفور این روزها شنیده می شود. نگاهی می کنیم به گزیده‌ای از انبوه مطالب و اظهار نظرهایی که این روزها به کرات از همه جای رژیم به گوش می رسد. علی خرم، دیپلمات سابق رژیم، 2 خرداد. به نظر من سال بسیار سختی در پیش خواهیم داشت و برخلاف جوی که میان مسئولان و مقامات کشور حاکم است که اصرار دارند همه مسائل را عادی جلوه دهند و به جامعه ایران القا کنند که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و آمریکا صرفاً تهدید می‌کند، همه آن هم تو خالی است، من معتقدم باید نگران بود و به دنبال راه کارهایی باشیم. بدون شک خبرهایی در راه است. آنها به دنبال این هستند که حکومت در ایران را تغییر دهند و برای این کار برنامه‌ریزی کردند و روش‌هایی هم در دستور کار قرار دادند. به عنوان مثال تحریم‌ها یکی از این روش‌هایی است که آنها معتقدند از این طریق مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهند تا علیه نظام جمهوری اسلامی شورش و کشور را با فروپاشی از داخل مواجه کنند. بنابراین به عقیده من در روزهای آینده آنها برنامه‌هایی برای این مسئله ارائه خواهند کرد. ما بارها و بارها فرصت داشتیم که با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شویم و این رابطه را بهبود ببخشیم. واقعیت این است که ما در شرایطی قرار داریم که هر کسی قصد دارد از آن به نفع خود سوء استفاده کند و هر گونه که بخواهد با ایران برخورد کند. مثلا همین چند روز پیش دیدیم که مقتدا صدر درباره ایران چگونه صحبت کرد، یا مثلا افغانستان اخیراً وقتی از یکی از مقامات این کشور پرسیدند که چرا نتوانستند جلوی جنگ‌های داخلی را بگیرند، گفته است مقصر ایران است و ایران پشت همه این ماجراهاست. چرا؟ دلایلش واضح است. ما در شرایطی قرار داریم که دیگر کشورها احساس می‌کنند اگر علیه ما صحبت کنند به نفعشان است. مهدی مطهرنیا از باند اصلاح طلب، 2 خرداد. امروز آمریکایی‌ها می‌دانند که پیامد تحریم‌های آنها برای ملت ایران است و به دنبال آن هستند که با ایجاد نارضایتی عمومی در درون، با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در داخل و شتاب روزافزون این نارضایتی، به سمت یک طغیان داخلی زمینه‌های فشار درونی و محاصره بیرونی را فراهم کنند و به جای تغییر رفتار در رژیم یا تغییر رژیم در درون، فروریزش ایجاد کنند. آمریکا هدف خود را فروپاشی دولت و نظام حاکم قرار داده، اما پیامدهای آن می‌تواند انعکاس به حوزه زندگی ملی ایرانیان داشته باشد و این فشارهای موجود در لایه فردی و اجتماعی زندگی ایرانیان موجب حرکت‌های ساختارشکنانه در درون کشور شود. سال 97 تصمیم بزرگ در روابط ایران و آمریکاست، زیرا که هر دو کشور باید یک تصمیم بسیار بزرگ در قبال ملت‌ها و آینده دولت‌های خود اتخاذ کنند و اینکه آیا رو در روی بزرگ را می‌پذیرند و یا مذاکره بزرگ را مورد توجه قرار می‌دهند. این تصمیم با سران ایران و ایالات متحده آمریکا بود. سایت حکومتی عصر ایران، 2 خرداد. ایران یک شوروی در حال فروپاشی. پومپئو مسائلی را مطرح کرد که اگر ایران بخواهد حتی قسمت‌هایی از آن را انجام دهد، معنایی جز استحاله و از دست دادن هویت جمهوری اسلامی ایران ندارد. تیم تندرو و جدید ترامپ با بررسی شرایط پیش روی ایران به این نتیجه رسیدند که ایران شرایط پیچیده‌ای چه از منظر داخلی و چه از منظر بیرونی دارد و برهم خوردن برجام می‌تواند آن را هر چه سریع‌تر به اضمحلال بکشاند. آنها می‌اندیشند شرایط اقتصادی ایران در بدترین حالت ممکن است و مردم در داخل نشان دادند از این شرایط راضی نیستند. حوادث دی ماه گذشته یکی از این موارد است. روزنامه حکومتی نصف جهان، 3 خرداد. سردمداران کاخ سفید بر این باور می‌باشند که می‌توانند با گسترش تحریم‌های اقتصادی و بازگرداندن ایران
ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل سیستم سیاسی ایران را به شدت ضعیف نمایند تا به مرور از داخل دچار فروپاشی شود یا اینکه حداقل زمینه برای برخورد سخت افزاری فراهم گردد. در این راه آنها از تجربه های تاریخی نیز استفاده می کنند. در واقع اولویت آنها عملیاتی شدن تجربه فروپاشی از درون شوروی برای ایران می باشد.